دوبار کنکور هنر دادم. دفعه اول تو منطقه دو زیر گروه نمایش شدم 128 و دفعه دوم شدم 7. تبدیل شد به بهترین دوران زندگی من. آیا باید یک سال نون و تره بخوریم؟ من بهش میگم افسانه تونل. فکر می‌کنم شکل یه تونلیه که وقتی واردش میشی دیگه نمیتونی خارج بشی. تنگ تاریکه، به همینجوری بعد بدوی به هر مداری وایسی. به خاطر همین هی میترسن شروع کنن که میخوان دیرتر وارد این تونل بشن. بعد وقتی هم که دیگه مجبور شدن و وارد شدن، هر چی بهشون میگم حالا بذار تونل تموم شه. روزی چند ساعت درس بخونی؟ خب اینو بذارین یک بار برای همیشه روشن کنیم. اگر کمیت مهم بود، رتبه های تک رقمی، دو رقمی و کنکور همشون از اونایی بودن که سال دوم یا سوم یا چهارمشون دارن کنکور میدن. چرا اینجوری نیست؟ و حتی برعکسه، یعنی آمار میگه 90% کسایی که برای بار دوم کنکور میدن رتبهشون بدتر از سال قبل میشه. خیلی بستگی داره که اصلا از قبل آمادگیتون چقدر باشه، حالا علاقتون، اشتیاقتون نسبت به درسی که دارین میخونین چقدر باشه، روش خوندنتون چجوریه. واقعا کی میتونه ساعت بده؟ دیدین این رتبه های کنکور که باشون مصاحبه میکنن، اولین سال روزی چند ساعت درسو؟ واقعا این چیزی نیست که بشه تعمیم داد. حالا تو شما بفرض کنید طرف میگه 23 ساعت و نیم، اینو میخواین مثلا ترویج کنین که همه باید 23 ساعت و نیم درس بخونن. پس منابعو بنویسین تو زمانی که دارین تقسیمش کنین و بعد سعی و خطا کنین ببینین هر درسی رو چقدر طول میکشه بخونین، چه جوری میخونین و بر اساس خودتون برنامه بریزین. هیچ مشاوری نمیتونه به شما بگه روزی انقدر باید درس بخونین. آیا باید حتما مشاور داشته باشیم؟ خب از مشاورا بپرسین که میگن بله قطعا بدون ما شما میمیرید و از این حرف. از منم بپرسین میگم که بله حتما باید مشاور داشته باشیم. ولی این مشاور لزوما قرار نیست کسی باشه که یه کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام داره زدن مشاور تخصصی کنکور و ماهی انقدر پول میگیره و برنامه میده اینا. مشاور میتونه مثلا یه سایتی باشه که مطالب رایگان منتشر میکنه، یکی از معلماتون که چندین ساله داره با بچهای کنکوری کار میکنه، یکی از سالبالاییاتون که این مسیر رو رفته، داداشتون، مامانتون، نمیدونم، هر کی که تجربه داره. و نه از یک نفر، از چندین نفر بپرسین. چون به هر حال این اتفاق خیلی اتفاق بزرگ و سنگینیه، اینکه یه بچه 18 ساله باید نتیجه یه تمام چیزی که تو این سالا خونده رو تو 4 ساعت ارائه بده. خیلی واقعا خب سنگینه اگه بهش بکنی. که خب تو این جای غیر عادی که ما داریم زندگی میکنیم خیلی هم غیر عادی نیست. من سال اولی که کنکور دادم، روز اول مهر اومدم خونه و گفتم که خیلی خوب شروع کنیم به درس خوندن. کتاب تاریخ هنر ایران رو که کلاس دهم داشتیم باز کردم و شروع کردم خوندن. همینجوری اون روز 4 ساعت خوندم. و من چون هیچ وقت تو عمرم اصلا عادت به درس خوندن نداشتم، همیشه شب امتحان یا حتی صبح امتحان میخوندم، اصلا عادت نداشتم که همجوری حالا بشینم درس بخونم تو خونه. اون روز خوندم و به خودم گفتم به به دیدی تونستی فلان، دیگه حله، دیگه میتونی و فلان. اصلا حیرت میکنم الان، من حتی نرفتم سرچ کنم درسای کنکور هنر ببینم چیه، چون کنکور هنر خیلی پدیده عجب غریبیه و مثلا یه چیزایی توشه که تو اصلا به گوشت هم نخورده، حتی اگه هنرستانی باشی هر رشته‌ای که هستی. همینجوری اومدم اسم کتابامو نوشتم و یه چند تا از کتابای گرافیکم که میشناختم بهش اضافه کردم، یه چیزی مثلا حدود 30 تا شد. گفتم خب دیگه حالا هفته یکیشو میخونم تموم شد. عمومیام که بعد عید، ریاضیام که بلدم و همین بود دیگه. اصلا یادم میاد نمیدونم، خب خودم میگم آخه و حتی نمیدونستم که نمیدونم و نمیرفتم از هیچکی بپرسم و حتی یک کلمه سرچ کنم ببینم آقا اصلا چه غلطی بابا کنم من برای کنکور. پس اول قشنگ پرسجو کنین، کوله بارتون رو محکم کامل ببندین، ارتون رو تیز کنین و با علم، با چشم باز وارد مسیر بشید. خب حالا مشاور چی کار میکنه دقیقاً؟ اگه میخواین مشاور بگیرین که بهتون انگیزه بده، که این به نظر من یه چیز خیلی واهیه، چون انگیزه باید درونی باشه و مثلا من میخوام برم برق شریف قبول بشم، اینکه حالا یکی هر روز بیاد بهم بگه یادت باشه تو قرار برق شریف قبول بشم، برای من خیلی بی‌معنیه. به خودم میگم حتما هدفت برای خود مهم نیست که بقیه بعد بهت یادآوری کنن. این حرفای انگیزشی فقط یه چیزیه که در حد چند دقیقه آدمو باد میکنه و تموم میشه. مشاور یه کار مفیدی که میتونه بکنه اینه که ذهنتون رو از آشفتگی در بیاره. مثلا من تو این 2-3 سال خیلیا بهم پیام دادن، 99% حرفایی که بهم میزدن این بود که من خیلی گیجم، خیلی نمیدونم چی کار کنم، اصلا نمیدونم چه سوالی بپرسم. خب تو این چیزا مشاور میتونه کمک بکنه. ولی یه چیزی که من دیدم تو این مدت اینه که اکثر این مشاورا، حالا اونایی که معروف نیستن که خب آدم نمیدونه، میگه شب کارش شاید خوب نباشه، و اونایی که معروفن دارن همزمان تعداد زیادی آدمو به قولی منیج میکنن و هیچ وقت من ندیدم که بگن مثلا 20 نفر من میپذیرم برای امسال، که خب 20 نفر که اصلا صرف نمیکنه. پس یه چیزی حدود مثلا 100 نفر 200 نفر رو بعضن دیدم
که اینا دارن باشون کار میکنن. برای من واقعا سواله، تو حتی خودت هم میخوای برای خودت برنامه ریزی کنی، یه مدتی باید هی سعی و خطا کنی، هی ببینی چی باهات کار میکنه، روحیت چجوریه، کدوم درسو زود میفهمی، کدوم درسو بعد خیلی زیاد بخونی، چجوری مشاور میتونه همزمان برای 100 نفر برنامه بریزه، برای هر کدومشون هم یه برنامه شخصی سازی شده بهشون بده و اینا. مگر اینکه حالا یه تیمی باشن اینا، که من همچین چیزی تا حالا ندیدم. به خاطر همین اینم جز همون چیزایی که گفتم مود شده و چون همه انجام میدن ما فکر کنیم باید انجام بدیم. خلاصه قطعا بودن مشاور بهتر از نبودنشه، ولی یه بار به این فکر کنید که آیا به هزینه که دارم میدم میارزه یا نه. خب حالا اگه بخوایم خودمون بر خودمون برنامه‌ریزی کنیم چیکار کنیم؟ اگه هنری که بریم به دقت منابعتون رو پیدا کنین، میدونین که کتابایی که دارین کافی نیست، حالا هر رشته دیگه هم هستین، به هر حال اول یه بار باید منابع رو بیارین رو کاغذ، همش رو بنویسید، بعد با توجه به حجم کتابا مشخص کنین که هر روز چقدر باید بخونین. خب حالا تا اینجاش خیلی واضح بود، ولی کلا چیزی که باید حواستون باشه اینه که اولا تنوع رو رعایت کنین. یعنی مثلا نگین که امروز دیگه میخوام ته ریاضی رو در بیارم، از صبح تا شب ریاضی میخونم. خب اینطوری نمیشه دیگه. یا مثل من مثلا میخواستم هر هفته یه درس رو بخونم که قطعا یادم میرفت. تنوع رو رعایت کنین، هر روز هم عمومی بخونین، هم اختصاصی بخونین، هم درسایی که دوست دارین، هم درسایی که دوست ندارین، هم تست بزنین، هم درس بخونین. و اینکه به خصوص برای درسای حفظی فاصله دفعاتی که دارین درس رو مرور میکنین و حواستون بهش باشه. یعنی احتمالا شنیدین دیگه، تکرار زماندار یه تکنیکیه که برای حفظ کردن خیلی به کار میاد، مثل همون جعبه لایتنر که برای یادگیری زبانه. کل بیسش حالا خیلی ساده بخوام بگیم اینه که تو امروز یه چیزی خوندی، فردا هم بخون، سه روز بعد بخون، هفته بعد بخون، دو هفته بعد، یه ماه بعد، سه ماه، شش ماه، و به تدریج این هر دفعه که میاد پاک بشه هی میای بهش یادآوری میکنی و این شکلی دیگه میفهمه که تو به این اطلاعات نیاز داری و میمونه تو ذهنت. مغز یعنی میفهمه که باید نگهش داره. احتمالش خیلی بیشتره که بره تو حافظه بلند مدت. پس این شکلی نشه که مثلا ماه اول یه درسی رو بخونین هر روز بعد بیهو یادتون بره دیگه، بعد سه ماه دوباره بیان سراغش. موقع درس خوندن چی بخوریم؟ خب این احتمالا خیلی درسته.